دوستان گرامی السلام علیکم، شما رو بسیار خوش آمدید میگم به آشپزخانه لوری علی. اجازه بدین که شما تشکری کنم و بابتی که شما میلای مقبول به مرای میکنین، کامنت میدین، چینل ما را سابسکرایب میکنین. یک جهان تشکر و ممنون شما میباشم. و امروز نظر به خواهش بسیاری از دوستای عزیز ما که خواهش پخته کردن قابلی ازبکی را کرده بودن، امروز من در نظر گرفتم که غذای مزه‌دار و لذیذ به شما پخته کنم. البته باید بگویم که قابلی پلو ازبکی و من در سمت شمال افغانستان پخته میشه و موادی که بر شما بر قابلی پلو ضرورت داریم عبارت از 2 پوند برنج بسمتی یا برنج سیلاس که من تقریبا 2 ساعت پیشتر ایره ترک کردیم، و 2 پوند گوشت گوسفند ضرورت داریم، 2 دانه پیاز ما اینجا ریزه ریزه کردیم، همچنان زردک به قدر ضرورت است. و ناگفته نماند باید بگویم که زردک قابلی پلو ازبکی بسیار کلان کلان، یعنی نسبت به زردک قابلی عادی ما شما زردک ها به اندازه کلانتر بریده میشه، مگر من چون تیار داشتم و از این استفاده میکنم. و همچنان کشمش است که ما قبلا این را ششتم پاک کردیم اونجا ماندیم و هم به قدر ضرورت است. و ما از 4 قوز سیر استفاده میکنیم که بعدا به شما نشان میدم. همچنان نمک به قدر ضرورت و مصالحه پلو به قدر ضرورت و روغن به قدر ضرورت. دوستان عزیز، ما دیگه بالای منقل ماندیم که داغ شده. حالا به مقدار 4 قاشق تامخوری روغن میندازیم در بین دیگ. در قدم اول وقتی دیدیم روغن ما خوب سرخ شد، نال ما همی گوشت را در سر روغن میندازیم و میمانیم که خوب سرخ شد و رنگ گوشت تغییر کنه. بازم یادآور میشم دوستان عزیز که قابلی ازبکی امرای روغن بسیار زیاد پخته میشه و اگر شما دوست ندارید میتونید که روغن کم استفاده کنید. دوستان عزیز، من فراموش کردم بگویم باید به خاطر خوبی ساختن گوشت ما یکمک از زنده درست هم استفاده بکنیم. تقریبا نیم قاشق چرخوری. اول وقت رسیده که نمک باید اضافه کنیم. اول گفتم نمک به قدر ضرورت، در قدر که شما دوست داریم میتونید که نمک استفاده کنید. البته نمک ما به دفاتر در گوشت هم نختم که میخواهیم که مزه گوشت هم کمک نمکی شود. و حالا میبینیم که گوشت شکل خود تغییر داده، یعنی که گوشت تقریبا بالا که ساختگان است. و حالا ما هم پیاز را که الخلق کرده بودم، پیاز هم بالای سر بالای گوشت علاوه میکنم و میمانم که سرخ شود. البته 2 عدد پیاز که من ریزه کردم. سپوش دیگه یک چند دقیقه میمونیم تا که پیاز هم روی گوشت خوب سرخ شوه و پیاز ها خود نرم کنه. با دوزو برش ما نشان بده. دوستان میربان، پیاز هم روی گوشت خوب صحیح سرخ شد، یعنی پیاز نرم شده. وال وقت رسیده که من مقداری که اوجوش اینجا مانده اوجوش اضافه میکنم و میمونم که تا گوش نرم شوم. دوستای عزیز، بعد از تقریبا مدت 1 ساعت من گوشت امرای اوش و یخنی و امرای پیاز و اویره من ماندم خوب جوش خورد و گوشت حال نرم شده. حال وقت رسیده که دیگه مواد دسته از اضافه میکنم. و باید برتون بگویم که قابلی ازبکی برنج صاف کرده ضرورت نداره، یا ما نمیتونیم که برنج صاف کنیم و شبکشیم و دوباره در این بندازیم. حال امی زردکی که خلال کردیم ایرا ما بالای از این گوشت اضافه میکنم. و کشمشه که دارم میرم مندازم. باید برتون بگویم که قابلی ازبکی به شکل دمپخ پخته میشه و تمام موادی که در قابلی ازبکی به ضرورت است که برتون گوشت، کشمش و زردک است،
ای دزیر دیگ می باشه و دسر ازی برنج اضافه میکنیم و بعد از او عومن دازیم در برنج، برنج هم میمانیم که پخته شوه و بعد از او دم میگیره و بعد از او برش ما نشان میتونم که چطور میکنیم. تو عزیز آلما او قبلا جوش دادیم با مقدار که ضرورت دارم که تا برنج دیش پخته شوه در برنج دیگ اضافه میکنم و این برنجی که دارم و برنجم دسر ازی مواد مندازم و آبی که در بین دسر برنج قابلی فلا ازبکی علاوه میکنین باید که یک بند کلک از برنج اضافه باشه. خب حالا برنج انداختم و نمک ضرورت نداریم، فقط یک کمک مساله پلاو اضافه میکنم. دوستان عزیز هوا برنج خوش شد، یعنی که آماده عزیز که باید ما این دم بدیم. اینا همی چهار غوز سیری که من داشتم ایره در داخل خود برنج داخل میکنم به خاطر که نرم شوه. بازم یک کمک مساله پلاو به سر برنج اضافه میکنم. و امروی پشت کفگیر برنجا سراخ سراخ میکنیم که خوب صحیح دم بگیره و سر پشت دیگه امروی دمگیر بسته کرده و میمونیم. دوستان عزیز قابلی پلاو کاملا دم گرفته که با مدت 25 دقیقه مانده میشه که به سر من خلق خوب دم بگیره. اول همی سیرایی که ما در لابلای برنج مانده بودم باید یارم بیرو بکشم. اینا رو تمام این مواد با هم مکس میکنیم یا اینکه خوب یکجاش میکنیم و بعد از او به قوری میکشیمش. البته طبق معمول گوشت را در زیر برنج بیایه و یا در لابلا گوشت برنج بیایه، مهم نیست که جایی که خوشت داری میتونیم گوشت را بانیم. دوستان عزیزی بود قابلی پلاو. البته باید بگم سیرایی که ما در داخل برنج به دم مانده بودم امروزش در سر برنج مانده. عموما امروز قابلی پلاو ازبکی سیر دمدار رو باید نوشجان کنین و از ترشی و لیمو ادمن استفاده کنین به خاطر قابلی پلاو بسیار با روغن زیاد پخته میشه. خدا کنه که ویدیوی ما مورد قبولتون باشه و ازش پخته کنین و لذت ببرین. انشاءالله تا ویدیوهای بعدی همه شما رو به خداوند پاک میسپارم. تشکر از شما، خداحافظتان.